با عرض سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند به بخش دوم برنامه امروز میرسیم. این برنامه حدود یک ساعت و ربع ادامه خواهد داشت و بعد میهمانان این برنامه وارد خواهند شد. میهمانان امروز من آقای مهندس حسن فیروزی و آیت الله دکتر مهدی حائری، چهره معروف دینی هستند که توفیقی باعث شدند که شامل حال ما بشود و بتوانیم که در این برنامه با ایشان به گفتگو بپردازیم. و ایشان یک اهل تشیع سنتی هستند و آقای مهندس فیروزی یک روشنفکر انقلابی بهایی، و قطعا گفتگوی این دو نفر با هم دیگه برای خودش منافعی در جهت اطاعت امر قرآن خواهد داشت و ما رو بیشتر آشنا خواهد کرد با حکمت تعارف در قرآن، که همه اقوال رو بشنوید به چه خاطر هست که اقوال رو باید بشنوید. از استاد ابتهی تقاضا میکنم که مثل همیشه این بار زحمات رو به عهده بگیرن و از خلاصه مطالبی که مطرح خواهد شد یادداشت تهیه بفرمایند و اون توضیحاتی رو که در این زمینه لازم تشخیص میدن اونها رو برای توضیح بیشتر یادداشت کنند و در برنامه های بعدی یا در همین برنامه شرایطی فراهم بکنند که در موردش بیشتر توضیح داده بشه و بیشتر سخن گفته بشه. میپردازیم به آیه شماره 33 مطمئن نیستم که این کامپیوتر دومی رو ما استفاده میکنیم که حالا صداش کمی آرام هست. محمد جان لطف میکنن اگه در اتاق فرمان میتونن صدا اینو بالا ببرن تا اون یکی کامپیوتر را بیفته و قرار بگیرید در خانه هایتان و خودنمایی و دلبری نکنید، در واقع خودتون رو به نمایش نگذارید. نمایش از نوع نمایش در واقع بدنی جاهلیه پیشین، و جمله جدید شروع میشه و برپا دارید نماز را و بپردازید آنچه که بر شما زکات است و مورد اطاعت قرار بدهید الله را، در واقع از طریق اطاعت از رسالت او. تنها ما تنها
الله میخواهد یا قانون الله میخواهد که خارج کند از شما، پاک سازد شما را از ناخالصی. اهل ای کسانی که اهل بیت پیامبر هستید. شما ملاحظه بکنید که قرآن محدود به زمان پیامبر نیست و وقتی که اهل بیت پیامبر رو در قرآن مخاطب قرار میده، اهل پیامبر رو چطور میتونه که اهل بیت پیامبر رو مخاطب قرار بده قرآن، در حالی که اهل بیت او مردن رفتن؟ با مرده حرف میزنه قرآن یا با من و شمایی که زنده هستیم؟ یعنی آدم های زنده رو قرآن رها کرده رفته دنبال آدم های مرده؟ به اونها میگه شما زکات بدید؟ به مرده میگوید زکات بده؟ به مرده میگوید نماز بخوان؟ به مرده میگوید که من میخوام تو رو از نجاسات دور کنم؟ به مرده میگوید که من میخوام به تو طهارت ببخشم؟ یا به هر که صلاحیت و شایستگی و شرافت پیدا بکند که در مقام اهل بیت پیامبر در بیاید، با او سخن میگوید و تطهیر کند شما را، پاک سازد شما را، با پاکیزگی، با طهارت شما را طهارت کند. یعنی خدا چطور شما را طهارت میکنه؟ وقتی که به شما قانون طهارت رو میده و شما قانون طهارت رو دنبال میکنید. تشکر میکنم و دعا فرمایید. از آیات خدا و حکمتی که در خانه های شما خوانده می شود به یاد داشته باشید، زیرا خداوند دقیق و آگاه است. خانه های خودتون رو مرکز انتشار حکمت قرار بدهید. تربیت اجتماعی و تطهیر و پاکسازی رو، پاکسازی جسم و جان رو، پاکسازی روان رو، پاکسازی اندیشه رو، پاکسازی نیت رو از خانه ها شروع کنید. حکمت رو از خانه ها آغاز کنید، به جامعه بیارید. جامعه‌ای دارای حکمت خواهد بود که خانه های اون جامعه درش حکمت تدریس و تفهیم بشه. خانواده هایی که مجموعه این خانواده ها جامعه رو تشکیل میدن، جامعه‌ای به وجود میارن که جامعه حکمت پذیره. اگر اون جامعه از خانه هایی تشکیل شده باشه که خانواده هایی که در اون خانه ها هستند حکمت می آموزند و حکمت فرا می گیرند. می گوید پایه و اساس آموزش از خانه آغاز می شود و در واقع مستقیم و غیر مستقیم زن نقش حکمت پرداز و حکیم و معلم رو در جامعه پیدا میکنی که خانواده رو میسازه و خانواده جامعه رو میسازه. آیه 34 میگوید که و به یاد بیاور، و به یاد بیاور آنچه را که تلاوت می شود از در خانه هایتان، از آیات الله. آیات الله و تلاوت آیات الله رو از خانه ها شروع می کنید و
و اولین معلم شما کیست در خانه جز مادر شما؟ و به یاد بیاورید آنچه که بر شما تلاوت می شود در خانه هایتان از آیات الله و الحکمتی و حکمت الله والحکمتی. در واقع آیات الله وقتی تدریس و تعلیم میشه در دل اون آیات حکمت الله تدریس میشه که این به درستی الله الله کان میباشد لطیفا لطیف خبیر. تشکر میکنم اتاق فرمان. خبیر در جلسه گذشته توضیح داده شد کسی است که هم خبر دارد هم علم به خبر دارد هم علت خبر رو میشناسد و هم معلول ناشی از علت رو شناسایی میکند و هم این توان و این تخصص و این امکان رو میتواند به دیگری انتقال بدهد، یعنی هم صاحب خبر است و هم مطلع به علت خبر یا خبیر است و همینطور لطیف است. لطف لام و تین و فه به زبانه عربی اینها ثلاثی مجرد ریشه‌ای لغت لطف هستند که لطیف یعنی کسی که دارای لطف است و هم قادر به تسری و تعلیم و در واقع تسعیر و انتقال لطف به دیگری است. فاعل متعدی است در واقع لطیف. اما خود کلمه لطف به معنای صنعتی است که امروز از اون صنعت شاید بشود که به نام صنعت الکترونیکی یا صنعت امروز اگر بخواهیم که در دل الکترونیک در اونجا در واقع در گهواره الکترونیک یک فرزندی به دنیا آمده، در فیزیک الکترونیک یک فرزندی به دنیا آمده به نام فیزیک کوانتوم که در فیزیک کوانتوم یا فیزیک سیار ذره ها اگر بخواهیم که خیلی خیلی مختصر معنی بکنیم، فیزیک ذرات سیال متحرک هستی، فیزیک ذرات بی‌آرام هستی که این ذرات بی‌آرام و ذرات بی‌قرار تابع یک قرار معین هستند، ذراتی که ساکن نیستند و دائم در انقلاب و تحرک هستند ولی دارای هویت ثابت و دارای نظم واحد و متداخل هستند. لطف اشاره به صنعتی است که حالا فیزیک کوانتوم رو کنار بگذاریم، شما به فیزیک الکترونیکی هم که مراجعه بکنید، به فیزیک اتمی هم که مراجعه بکنید، حالا که البته الکترون هم تجزیه شده ولی اگر هم تجزیه نمی‌شد به اون آجر ساختمان هستی ما نگاه می‌کنیم، هر چی که هست، حالا الکترون یا کوچکتر،
نگاه میکنیم که این آجر بنای هستی در یونیورس، در همه کائنات یک نوعه، یک آجر با همشکل ساختمان این یونیورس. فرض کنید اگر الکترون مبنا باشه، همه این یونیورس از الکترون به وجود آمده و این شکل‌های مختلف و این ماهیت‌های مختلف رو پیدا کرده. اون نقشه، اون پلان، اون برنامه ساختمان یونیورس، شما یه خانه‌ای که میخواید بسازید در 20 ورق کاغذ هستش که نقشه های مختلف میکانیکال نمیدونم الکتریکال چی نقشه ها رو همه رو هم دیگه میگذارم، یه این ساختمان رو میخوان بسازن، این ساختمان کوچکی، ببینید چند ورق نقشه باید بکشن که ساختمان بدن انسان رو که چندین تریلیون صفحه نقشه میخواد که این موجود رو بسازن. حالا این یونیورس رو که میخوان بسازن چند ورق نقشه میخواد؟ این 8 میلیارد آدم رو که میخوان بسازن چند ورق نقشه میخواد؟ خیلی زیاد میخواد، خیلی زیاد. میگویند که از نظر علم ریاضی اشکال فلسفی در ریاضی به وجود میاد، چون بی‌پایانه و علم ریاضی علمی است که رو پایان صحبت میکنه. اگر بی پایان باشه دیگه ریاضیات نیست، تا اونجاها میره. تمام این نقشه ها اجرا کنندش اون الکترونه. این سوال هرگز پاسخ داده نشده که آیا این نقشه ها در دل اون الکترون هست. الکترون خیلی کوچیکه، این همه نقشه ها توش جا نمیگیره. آیا این نقشه ها در دل اون الکترون قرار داره یا خارج از اون الکترون قرار داره؟ مگر خارج از اون الکترون قرار داره، در هستی وجود داره دیگه، هستی از همین الکترون ها تشکیل شده، پس اون در یک الکترون دیگه است. اون الکترون چطور به وجود آمده؟ مجموعه این مباحث یعنی صنعت خلقت ذرات و صنعت نقشه تولید و ساختمان ذرات هستی در خصوصیات ماهوی، در پدیده های ناشی از جوهر، در عرضی که از جوهر سر می زند، چگونگی ساختمان عرض بر مبنای اتکاء به جوهر لطف نامیده می شود. و لطیف نام دیگر سنی است در ارتباط با ایجاد نقشه های ساختمان هستی. خدا در بعد خاکی دو صفت خاکی داره، سنیع و لطیف. سنیع به صنعت کلی اشاره میکنه، لطیف به صنعت درونی اون صنعت اشاره میکنه، به صنعتی اشاره میکنه که صنعت رو میسازه. صنعت عبارت است از کارخانه‌ای که اتومبیل میسازه، لطیف عبارت است از صنعتی که کارخانه اتومبیل سازی رو میسازه. امر بسیار ظریف و امر بسیار پیچیده است، ولی توجه داشته باشید که ما در زبان فارسی
به علت اینکه بعد از حمله اعراب و مبارزه‌ای که با زبان فارسی میشد ما بسیاری از واژه‌های فارسی را از دست دادیم و برای رفع نیازمون به لغات عربی دست پیدا کردیم که اون لغات رو در واقع فارسی خوان کردیم. یعنی ما احسان و خوبی که بسیار ظریف و بسیار جزئی و در بطون و در فطرت ارائه میشه میگوییم لطف، ولی جنس لطف در زبان فارسی احسانه، مهربانی. احسانی است که از روی مهر میشه، ولی اینا هیچ کدومش زبان عربی نیست. لغت لغت عربی است، ولی مفاهیمی که بهش بخشیده شده کمی فاصله داره از ریشه زبان عربی و لطف به اون شکلی که امروز در زبان عربی ازش استفاده میشه. لطیف معنی ظریف و نحیف و فاین به اصطلاح به زبان انگلیسی نمیده در عربی. لطیف اشاره هست به ساختمان ایجاد ترکیب از طریق توجه به جزئیات، به چیزهای خیلی جزئی ناشناس که اینها در ترکیب و تقارب پایه‌گذار صنعت تولید و صنعت خلقت هستند. یعنی ریشه یابی صنعت خلقت رو لطف میگویند. خیلی بیشتر توضیح درباره لطیف هست، ولی اجازه بدهید که به همینجا بسنده بکنیم. و اینکه خدا در فارسی ساده ترین معنی که برای لطیف میتوان قائل شد دقیق است، دقیق، دقت. لطف رو به دقت معنی میکنند، ولی فراسوی دقت هست لطف. چیزی که به زبان انگلیسی نینو تکنولوژی میگن بهش، چیزی که به صنعت در ساختمان آجر هستی اشاره میکنه. اگر همه هستی از آجر ساخته شده باشه، یعنی اولین واحد ساختمانی یونیورس آجر باشه، ساختمان درونی این آجر لطف نام داره، لطافت نام داره در مقابل صناعت. آیه شماره 35 یکی از آیه های فوق العاده مهم هست که تساوی و در واقع تعادل و برقراری معادله به جای مساوی باید بگیم، به جای تساوی تعادل بگیم، برابری بگیم، برابری حق و مسئولیت زن و مرد، برابری حقوق و مسئولیت های زن و مرد در قرآن. فقط حق نیست که باید با هم برابر باشه، حق زن با حق مرد برابره، مسئولیتاشون چی؟ الان در اعلامیه حقوق بشر 50% کارشون لنگه. حالا اون 50%ش هم فقط لغت و جمله است، ولی اگر همینطور نباشه، به حقوق بشر اشاره کردم، حقوق بشر بدون وجود مسئولیت بشر حرف مفت است. طلب بدون ذکر بدهی یعنی حرف مفت. من $10 طلبکارم، از کی؟ از هیچ کس.
به نظر شما این دیوانگی نیست؟ میگم پس چه طلبی داری؟ میگم طلبکارم دیگه. از کی؟ از هیچ کس طلبکار نیست ولی طلبکارم. دو سه دفعه که اینو تکرار بکنن، اگه مملکت صاحب داشته باشه میبرنش به دارالمجانین، اونجا نگهش میدارن. این اعلامیه حقوق بشره. بشر این حق رو داره، بشر حق سکونت داره. این یه مش حقوقدان هم نوشتن ها. وای بر وای بر. حق سکونت یعنی چی؟ یعنی حق داره که هر جایی از این خاک رو مسکن قرار بده. تمام شد؟ مسئولیت تأمین این حق با کیست؟ اونجا لال مرده. این اعلامیه لال مرده در اونجا. مرده در صورتی لال بوده. چون فقط جمله با بازی با جملاته. دردی رو از کسی دوا نمی کنه. دکتری نسخه می نویسه که شما 4 قرص در روز بخورید. البته این قرص ها تا حالا ساخته نشده، هیچ هم نیست، ولی شما بخورید. حقوق بشر، طلب بشر، از کی؟ از کی؟ از هیچ کس. بدهکار این طلب کیست؟ هیچ کس. عکس شمسیه. من بدهکارم به کی؟ به هیچ کس. سرمایه دار این رو میگه. البته سرمایه دار میگه ما به همه بدهکاری. طلبکارات کو؟ هیچ کو. همشون کشتیم رفتن. طلبکاری نداریم ما. حق در مقابل مسئولیت باشد. قرآن اولین کتابی است. قرآن اولین اعلامیه است. اگر شما سراغ دارید به من هم خبر بدید که من نیمه سوادی کم سواد هم بیاموزم و یاد بگیرم. قرآن کتابی است که برای اولین بار موضوع حق و مسئولیت رو در کنار هم قرار داده و میگوید که زن و مرد هم حقشون با هم برابره و هم مسئولیت هاشون با هم برابره. من امروز یه مقداری این کامپیوترها ما رو اذیت میکنن، شما به بزرگی خودتون میبخشید، ما یه قدری فوت وقت داریم تا بیاریم دو مرتبه. در این آیه بسیار مهم، آیه 35 از سوره 33 سوره احزاب، یکی از انقلابی ترین آیه های قرآن هست که به حقوق زن و مرد اشاره میکنه و طبعا اگر که بخواد قرآن منطق داشته باشه، برخلاف بقیه اعلامیه هایی که جنبه حرف و گفتگوهای بیمأخذ رو داره که واقعا چیزی ازش درک نمیشه و پیدا نمیشه، اگر که الله اکبر اون رو کنار بگذاریم. به هر حال برمیگردیم به میخواستم روی فیسبوک با شما سخن گفته باشم که میسر نشد. در این آیه میگوید که خداوند برای مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان ایماندار، مردان و زنان قانت
و فرمان بردار از قوانین خدا. مردان و زنان راستگو و صادق، مردان و زنان صبور و صابر و شکیبا، مردان و زنان متواضع و فروتن، مردان و زنان صدقه دهنده، مردان و زنان روزه گیرنده و روزه دارنده، مردان و زنانی که حافظ شرمگاه و عورتهای خیش هستند، و مردان و زنانی که بسیار متذکر به یاد خدا می شوند. خداوند برای این مردان و برای این زنان آمرزش و پاداش بزرگی آماده کرده است. اینه به درستی المسلمین. اتاق فرمان اگر که لطف بفرمایید، همطور که عرض کردم نمیدونم که آیا صداش کافی هست یا نیست، شما اونجا بهتر تشخیص میدید. به درستی مسلمین، حالا این رو یک مرتبه من بگم که دیگه ای تکرار نکنم، ما جمع مذکر و جمع مؤنث در زبان عربی داریم که مسلم مرد مسلمان، جمعش میشه مسلمین، مسلمه زن مسلمان هست که جمعش میشه مسلمات، همینطور بقیه مثل مؤمن مؤمنه، اینطور تا همینطور ادامه پیدا میکنه. منظور این که لغت اول جمع مذکر است، لغت دوم جمع مؤنث است که به هر دو گروه در تمامی موارد عیناً به صورت متعادل و مساوی اشاره میکنند. بی تردید المسلمین، مردان مسلمان و زنان مسلمان، والمؤمنین مردان مؤمن والمؤمنات و زنان مؤمن، والقانتین و مردان قانت، والقانتات و زنان قانت، والصادقین و مردان صادق، والصادقات و زنان صادق، والصابرین و مردان صابر، والصابرات و زنان صابر، والخاشعین و مردان خاشع و مراقب و فروتن، و در واقع خشوع به معنای سر به زیر بودن و فروتن بودن و متواضع بودن، یعنی درست لغت مقابل تفرعون و خودنمایی و خودپرستی و خودکامگی و خودبینی و خودمحوری است. اونها در واقع خلاف این هست. مردان خاشع و الخاشعات و زنان خاشع، و المتصدقین مردان صدقه دهنده، صداق دهنده، انفاق کننده، یار و یاری رساننده و کمک کننده به جامعه بر اساس صدق، انفاقگران صادق مرد و انفاقگران صادق زن، و صائمین و خودداران و پرهیزکاران و روزداران و کسانی که برای کمک و مساعدت به دیگران
امساک میکنند در مصرف که امکان مصرف دیگران رو فراهم داشته باشند. صائم فقط به معنای این نیست که شخص روزه بگیرد از سحری تا افطار، یعنی خودداری کردن و امساک کردن از استفاده بی ملاحظه و بی توجه به نیازمندان از نعمت خدا. اون میشه صومه، ریشه همین روزه گرفتن، امساک کردن، خودداری کردن، پرهیز کردن، مراقب بودن، پرمصرف نبودن، مراقب نیاز دیگران در مصرف خیش بودن. خلاصه نکنید این رو که در ماه رمضان یک ماه در سال یک وعده غذا رو، اونم نمیدید یک وعده غذا رو که گندم خشک به مردم بدید که خرش خرش بخورند و راه برند. اون مسخره بازی ها و شوخی ها رو کنار بگذارید. این است که من صائم رو ترجمه نمی کنم با اجازه شما به همون دلایلی که عرض کردم، ولی معنی اصطلاحیش معنی روزه داری است. صائم مرد و صائم زن والحافظین و مردانی که حافظ فروجهم سوراخ‌های جنسی خود هستند. و همینطور زنانی که و همینطور زنان حافظ و الذاکرین و به یاد آورندگان کلام الله به صورت کثیر و خارج از شمارش. یعنی هر وقتی که این چیزی به خاطر میاره، اون چیز رو در ارتباط با کلام خدا به خاطر میاره، یعنی کلام خدا رو حاکم بر احوال و ایام و حالات مختلف حیات زندگی خودش میکنه، چه مرد باشه و ذاکراتی و چه زن. در مقابل همه اینها خدا متعهد است. این بزرگترین تعهدی است که خدا داره میکنه نسبت به تمام حقوق و مسئولیت هایی که در جامعه بشری وجود دارد. خدا میگوید که من متعهد هستم، الله متعهد است. الله لهم برای همه این گروه ها مغفرت، دو امر را، هم مغفرت را و اجر عظیم و هم اجر عظیم را. تشکر میکنم اتاق فرمان. این آیه بسیار بسیار مهم و حیاتی پایه برابری و در واقع اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه مسئولیت بشر در قرآن است. هیچ اعلامیه‌ای در هیچ کجای دنیا تا به حال منتشر نشده که دارای این شعور و معرفت باشد. برای شما عجیبه که این رو میشنوید که حق را در کنار مسئولیت قرار بدهد و به این شعور برسد که حق بدون مسئولیت و مسئولیت بدون حق جز لغلغه زبان چیز دیگری نیست. هر کس
که اعلامیه‌ای سراغ دارد که در اون اعلامیه به حق و مسئولیت در مقابل هم مردم اشاره کرده باشد. شما میگید که بشر حق اشتغال داره، حرف از این مفتر و حرف از این بی ثمرتر و حرف از این بی معناتر تا به حال شنیده شده؟ حق اشتغال کجا؟ کی باید وسیله اشتغال این رو فراهم بکنه؟ مزخرف از این بیشتر گفته میشه؟ حق سفر داره. سفر به کجا؟ کی مسئولیت تأمین سفر او رو داره؟ حق انتخاب کشور، حق انتخاب شغل، حق داشتن درآمد، حق داشتن امنیت. وای بر ما، این شعور حکمای ماست، این شعور پرچمداران حقوق بشر در جهان امروزه. یعنی بشر حق داره که هر کشوری رو میخواد به تابعیت انتخاب بکنه. الان مردم مکزیک، مردم السالوادور، مردم گواتمالا، مردم نیکاراگوا، مردم این کشورهای آمریکای مرکزی میخوان تبعیت آمریکا رو قبول بکنن. حق دارن دیگه، اعلامیه حقوق بشر به اینا حق داده. این حق رو کی باید تأمین بکنه؟ همون کسی که باید پول بیمارستان و دوا و درمان مردم بدبخت خیابونگرد و فود استمپ رو ممنوع بکنه، به جاش دیوار بسازه. همین ها باید حق اونها رو تأمین بکنن دیگه. ببینید در عمل وقتی که ما با این حرف ها مواجه میشیم، این پرده ها کنار میره و دنیا شکل دیگری پیدا میکنه. من در اینجا چند دقیقه از شما فرصت میخوایم که هم استودیو رو آماده بکنیم و هم اینکه نفسی بکشیم و هم دوستان جدید رو خوش آمد بگیم و برنامه اصلی امروز رو در حضور این سروران اجرا بکنیم و ادامه بدیم. با ما باشید، یکی از بهترین برنامه ها رو ارائه خواهیم داشت. با ما باشید.